پرزیدنت ترامپ در دیدار با قانونگذاران حزب دموکرات از تصمیم خود برای افزایش سقف بدهی دولت تا ماه دسامبر سال جاری دفاع کرد. به رغم توافق دیروز پرزیدنت ترامپ با رهبران حزب دموکرات در کاخ سفید، بسیاری از جمهوری خواهن از این توافق ناراضی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش جیم ملون، خبرنگار صدای آمریکا. روز پنجشنبه پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید گفت توافق با دموکرات ها برای کشور خوب است مردم ایالات متحده آمریکا میخواهند حداقل تا حدودی دو حزب در کنار یکدیگر قرار گیرند افکار ما با یکدیگر متفاوت است احساسات و اعتقادات ما با هم فرق می کند اما من فکر می کنم که شما ما را با قدرت بیشتری در کنار یکدیگر خواهید دید. در این توافق که روز چهارشنبه در کاخ سفید به همراه رهبران حزب دموکرات صورت گرفت، چاک شومر نیز حضور داشت. Been... به جای گرفتار شدن در مسائل بیارزش مردم خواهان همکاری دو حزب در کنار هم برای پیشبرد امور کشور هستند توافق روز گذشته امید بخش بود. این توافق شامل لایحه افزایش سقف بدهی و تمدید سماهی بودجه دولت است. این توافق همچنین شامل میلیاردها دلار بودجه اضطراری برای کمک به قربانیان طوفان هارویست. است. بسیاری از جمهوری از این توافق ناراضی هند. اما پارایان رئیس مجلس نمایندگان گفت این کار به اصرار پرزیدنت ترامپ انجام شد. <applause> چیزی که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز گذشته کاخ سفید به دنبالش بود، همکاری دو حزب بود، در حالی که کشور در حال حاضر با دو طوفان هولناک روبرو است. پرزیدنت ترامپ همچنین در گردهمایی همایی که در داکوتای شمالی حضور داشت، از همکاری مشترک برای اصلاح قوانین مالیاتی سخن گفته بود. اما برای بسیاری این سوال باقی است که آیا این رویکرد جدید به پایان می رسد؟ پرزیدنت ترامپ really به جز طرفدارانش واقعا به واکنش مردم نسبت به صحبتهایش اهمیتی نمی ده چون اون فقط اونا رو دوست داره چون اونا بهش توجه میکنن و تحسینش میکنن با این حال تحلیلگران میگویند دونالد ترامپ این اواخر انضباط بیشتری از خود نشان داده که احتمالاً به خاطر نفوذ جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید است رئیس جمهور آمریکا به دنبال کارنامه جدیدی برای دفاع از جمهوری خواهان در انتخابات میان کنگره در سال آینده است.